حالا شما با توجه به بدیها و خوبیهای طراحی سایت تصمیم گرفتی که این شغل رو انتخاب بکنی. یه نکته رو باید بهت بگم. ببین، من همونطور که گفتم 15 سال پیش شروع کردم. وقتی حالا 15 سال پیش استارت کارم رو زدم، خب یه نکته که بود این بود که اصلا بس خیلی فنی و تخصصی نبود. ما یه چیزی داشتیم به اسم طراحی سایت. یعنی میگفت چی کاره ای؟ میگفت طراح سایت. حالا این طراح سایت باید تولید محتوا میکرد، باید طراحی سایت انجام میداد، میتونست سئو کنه سایت رو برای شما، میتونست امنیت سایت رو تامین کنه، همه کاری که نیازه برای یه سایت رو میتونست اون نفر انجام بده. ولی کم کم جلو که اومدیم بحث تغییر کرد. یه سری تغییرات تو کل دنیا به وجود اومد که طراحی سایت هم از این قاعده مستثنا نبود. اتفاقی که افتاد چی بود؟ همه چی فنی شد. یعنی شما مثلا چند سال پیش، حالا 10 سال پیش، 15 سال پیش میرفتی پیش یه مکانیک، میگفتی ماشینمو برام درست کن. گفت خب مشکلش چیه؟ مثلا موتورش نشتی روغن داره. خب نشتی روغن داره، میگفت اوکی. از اول شروع میکرد تمام سپر و همه چی رو باز میکرد، رادیاتور و همه رو باز میکرد ببینه مثلا اون وسط موتور جایی که باید دسترسی داشته باشه نشتی روغنش از کجاست. الان چی؟ الان شما ماشینتون میبری میگی نشتی روغن داره. من همین هفته پیش برام اتفاق افتاد، نشتی آب داشت ماشین. بردم اینجا توی یه تعمیرگاه، گفت خب اول ماشین رو میبری پیش یه دونه صافکار، سپر ماشین رو باز میکنه، ماشین رو با سپر باز شده برام میاری. گفتم چش. بردیم اون رو باز کردیم، بعد اون رام زیر موتور رو باز کرد، گفت که خب اینو میبری میدی به کارواش بشوره تمیز، صفر شویی کنه، بعد برام میاریش که بعد از اینکه موتور رو خواستم ببندم اینو نصب کنم. گفتیم اوکی. رادیاتور رو باز کرد، رادیاتور نشتی داشت، گفت که رادیاتور رو بعد ببری پیش یه دونه رادیاتور ساز، اینو چک بکنه، اگر تعمیر میشه که تعمیر بکنه، اگه نه که رادیاتور رو یه دونه رادیاتور نو بگیریم. خلاصه شاید برای یه گرفتن نشتی آب رادیاتور ماشین پیش 1 2 3 4 تا جای مختلف، 4 تا متخصص مختلف رفتیم. مطمئنم تو چند سال آینده برای یه همچین کاری باید حداقل 10 نفر متخصص بیان. یعنی یه نفر بیاد مثلا پولکی های رادیاتور رو چک بکنه، یه نفر مثلا بیاد آب رادیاتور رو کولنتش رو مثلا تغییر بده، چنج کنه، یه نفر مثلا بیاد حالا بعد از تمام این قضایا چک بکنه نشتی رو، 1000 تا مثلا. میدونی روز به روز داره کارا میره سراغ متخصص، افراد دارن میرن سمت متخصص بودن توی یه کاری. شما قبلا میتونستی مثلا تو بحث آموزش اینستاگرام یه پیج ببینی که آموزش اینستاگرام میده، الان نه، الان بازاریابی متخصص داره، استوری متخصص داره، پست گذاشتن متخصص داره، متخصص ریلز اینستاگرام داریم، متخصص استوری گذاشتن تو اینستاگرام فقط برای پزشکا داریم. میدونی خیلی داره کارا تخصصی میشه. دقیقاً تو بحث طراحی سایت هم همینه. الان ما تو بحث طراحی سایت چند تا رده شغلی مختلف داریم. من یه توضیح کلی در مورد این رده شغلی بهتون میدم. شما میتونی تصمیم بگیری بعد از اینکه البته طراحی سایت رو یاد گرفتی، یعنی آموزش وردپرس رو دیدی و باید شما اول آموزش وردپرس رو ببینی، هیچ راه دیگه ای نیست. یعنی شما هر کدوم از این رده ها رو بخوای انتخاب کنی باید کار با وردپرس رو یاد بگیری، بعد میتونی یکی از اینا رو انتخاب بکنی. اولین رده ای که داریم UI دیزاینر هستش. یعنی چی؟ UI دیزاینر کسی که نمای جلوی طراحی سایت رو طراحی میکنه، اصلا کاری به برنامه نویسی نداره، کاری به سایت نداره، کاری با این نداره که چجوری قراره این طرح پیاده شه، اینا با برنامه نویسه. UI دیزاینر میاد طراحی نمای UI وبسایت رو انجام میده. UI نمای وبسایت، یعنی میگه این دکمه این رنگی باشه، این شکلی باشه، اینجای سایت قرار بگیره. تازه نمیگه اینجای سایت قرار بگیره. قبل از UI دیزاینر یه نفر داریم به اسم UX دیزاینر یا طراح تجربه کاربری. اونه که مشخص میکنه RFP سایتمون چجوری باشه. میگه این دکمه باید، یه دکمه باید اینجا باشه، نمیگه این دکمه و چه رنگی باشه، این اصلا کاری نداره. یه دکمه باید اینجا باشه، یه اسلایدر اینجا باشه، پست‌ها اینجا باشن. نمای کلی سایت رو طراحی می‌کنه. UI دیزاینر طبق اون چیزی که UX دیزاینر طراحی کرده، وایر فریم داده رو سایت، میاد شکل اون دکمه ها، مدل اون اسلایدر، رنگ بندی اینا رو مشخص می‌کنه. بعد میره دست فرانت اند دیولپر. فرانت اند دیولپر کارش چیه؟ فرانت اند دیولپر مشخص می‌کنه که
این نمایی که UI دیزاینر طراحی کرده چجوری با برنامه نویسی پیاده بشه. یعنی میاد برنامه نویسی میکنه و نمای جلویی وبسایت رو طراحی میکنه. فقط نمای جلویی وبسایتمون رو با HTML و CSS معمولا طراحی میکنه. بعد میره سراغ بک‌اند دیولپر. بک‌اند دیولپر چی کار است؟ بک‌اند دیولپر میگه خب این نمای جلویی سایت یه بکی باید داشته باشه که اون پشت ما یه سری تغییرات، یه پند مدیریت داشته باشیم، تغییرات بدیم و این تغییرات انجام بشه دیگه. بک‌اند دیولپر برنامه نویس پشت قضیه است. یعنی پشت وبسایت چی میگذره اونو بک‌اند دیولپر میشینه برنامه نویسی میکنه. حالا یه فول استک دیولپر هم داریم که هم کار فرانت اند رو میکنه، هم بک‌اند، هم یه سری کارهای دیگه برنامه نویسی. یه SEO کار داریم که SEO سایت رو مدیریت میکنه. مشخصه دیگه، SEO Search Engine Optimization، سایت رو برای گوگل و موتورهای جستجو بهینه میکنه. یه کانتنت منیجر داریم که میاد محتوای سایت رو مدیریت میکنه. یه دونه Security Specialist داریم که میاد امنیت سایت رو برقرار میکنه. یه دونه Speed Specialist داریم که میاد سرعت سایت رو برقرار میکنه. دیجیتال مارکتر داریم که بس دیجیتال مارکتینگ سایت رو انجام میده. وبسایت آنالیسیست داریم که میاد آنالیز میکنه سایت رو، مشکلات سایت رو میگیره، میگه بهتر اینجا تغییر بکنه. و کلی ردی شغلی دیگه که الان ممکنه تو ذهن من نیاد، ولی خب اصل کاری ها رو بهتون گفتم. اینا رده هاییه که ما تو بحث طراحی سایت داریم و شما باید انتخاب کنی که یکی از اینها میخوای باشی. بک اند دیولپر و فرانت اند دیولپر معمولا آخرین رده است، یعنی که معمولا انتخابش کسی نمیکنه با وجود وردپرس و سیستمایی که اومدن که بدون نیاز به برنامه نویسی میشه سایت طراحی کرد، که حالا یه دونه ویدیو میذارم براتون در مورد اینکه چطور سایت اصلا باید طراحی کنیم، با برنامه نویسی یا بدون برنامه نویسی، کدومش درسته. اون ویدیو رو ببینین متوجه میشین که میشه با سیستمایی مثل وردپرس هم سایت طراحی کرد بدون اینکه نیاز باشه برنامه نویس باشیم. شما میتونی یه برنامه نویس هم باشی، ولی با هوش مصنوعی و با تکنولوژیایی که داره میاد عملاً اینا دارن جای برنامه‌نویس رو میگیرن. الان چیزی که ما بیشتر نیاز داریم یک فرد خلاقه. فرد خلاق میتونه همون برنامه‌نویس هم باشه به سبک دیگه‌ای، یعنی کسی که حرفه‌ای‌تر کار میکنه، کارهای خلاقانه انجام میده. ولی شما اگه میخوای درآمد بهتری داشته باشی، پروژه‌های بیشتری بیاد سمتت، پیشنهاد میکنم یا UI دیزاینر باش یا UX دیزاینر باش، یا امنیت سایت، سرعت سایت رو تامین کن، یا دیجیتال مارکتر باش، یا دیگه میتونی دیگه چی باشی؟ میتونیم کانتنت منیجر هم باشیم. آره. ولی اون UI فرانت اند دیولپر و بک اند دیولپر رو الان کارشون رو هوش مصنوعی داره میگیره متاسفانه. ولی بدم نیست، یعنی نمیگم نه UI دیزاینر و UX دیزاینر رو اشتباه میکنن، نه. اونم به جای خودش پروژه خوبی میاد سمتشون، ولی اگه میخوای پروژه بیشتری بگیری این چند تا رده شغلی دیگه میتونه برات بهتر پروژه بیاره. آره. از بین اینا باید یکی رو انتخاب کنی. چجوری انتخاب کنم؟ تشریف میبرید هر کدوم از این رده شغلی رو یک ماه دو ماه تست میکنی. شما تو هر کدوم از اینا بخوای کار کنی باید بقیه رو یه تجربه ازش داشته باشی. پس یک ماه دو ماه میری تست میکنی هم هر کدوم از این رده شغلی رو، هم یه تجربه‌ای توش به دست میاری که بهت کمک میکنه تو آینده اگه مثلا SEO کار شدی نری مثلا به UI دیزاینر بگی این دکمه مثلا باید رنگش سرخابی باشه، میگه ببینی نمیدونی از UI دیزاین چیزی ها، ولی وقتی تجربه داشته باشی با ذکر دلیل میگه که چرا رنگ این دکمه باید سرخابی باشه. پس خیلی مهمه که هر کدوم از اینا رو یک ماه دو ماه شما باید انجام بدی. کار سختی نیست، شما همون شروع کنی وردپرس رو یاد بگیری و شروع کنی یه سایت راه بندازی و سئوش کنی و اینا، همه اینا رو یاد بگیر. خب پس همه اینا رو یاد بگیر، بعد از بین اینا انتخاب کن، یه دونه رو انتخاب کن به صورت تخصصی، اونو خیلی عمیق واردش رو، و بهت اطمینان میدم اگه یکی از اینا رو یاد بگیری حرفه‌ای کار کنی درآمد خیلی خوبی خواهی داشت. ما الان داشتیم بچه‌ای که از دانشجوی دوره خودمون بودن UI دیزاینر بوده و الان خیلی از پروژه هایی که میاد سمت خودمون من میسپارم مستقیم میفرستم سمتش و مثلا کار UIش انجام میده. داشتیم برنامه نویسی که 14 سالش بوده، همون فرانت اند و بک اند دیولپری که الان میگم ممکنه بچه ها درآمد خوبی نداشته باشه، همون از 14 سالگی پیش ما یاد گرفت کارو، الان تقریبا 18-19 سالشه و آخرین باری که من دیدمش درآمدش مثبت 100 میلیون تومان شده بود. بهم میگفت چه کنم که درآمدم
بیشتر بشه و چند تا پروژه خیلی خوبم گرفته بود توی همون فرانت اند و بک اند. آره. ولی حالا با توجه به این توضیحاتی که دادم، یکی از اینا رو باید انتخاب بکنی و این شمایی که بعد تصمیم گیری کدومی که انتخاب کنی بسته به سلایق خودت و علاقه خودت. خب یکی رو انتخاب کن به صورت تخصصی، اونو واردش شو و دیگه برای مابقی نیاز نیست وقت بذاری، تخصصی وارد اون میشی. چرا رزارا در مورد همه چی صحبت میکنه؟ SEO، UI، UX، امنیت سایت، وردپرس، همه چی. رزارا زمانی که شروع کرد واقعا این بحثای تخصصی نبود و تو هر کدوم از اینا حداقل یکی دو سالم زمان گذاشته باشه، الان تو هر کدوم از اینا یه سری اطلاعات داره. خب پس طبیعیه که الان در مورد همه اینا صحبت کنه، ولی شما این کارو نکن. شما الان توی یه بازاری داری وارد میشی که این بازاره اقیانوس قرمز نیست، اقیانوس آبی هم نیست، بالاخره دست توش هست، یعنی افراد زیادی دارن توش کار میکنن و این شمایی که باید خیلی خیلی نیچ، خیلی خیلی تخصصی کار بکنی تا بتونی تو اون حوزه خاص متخصص بشی. آره. افرادی که الان دارن پول خوب از این بازار در میارن، یکی از اینا رو انتخاب کردن و دارن از اون پول خوب به دست میارن. آره. اینم از بحث اینکه چه رده شغلی رو تو بحث طراحی سایت انتخاب بکنی.